به نام خدا، به نام خالق گلها، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان گرانقدر و بینندگانی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنند. من حسین رضازاده هستم، مدیر مجموعه تولید گل گیاه دادمهر مازندران داداگل، و در این ویدیو میخوایم راجع به درخچه زیبای ناندینا با شما صحبت کنیم. قبل از هر چیز از دوستانی که در یوتیوب دارند این ویدیو رو تماشا میفرمایند خواهش میکنم که اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنند، زنگوله هم حتما بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو ببینید و از ما حمایت کنید. عزیزانی که در اینستاگرام دارن این ویدیو رو میبینن خواهش میکنم که فالو کنید، لایک کنید، برامون کامنت بذارید تا ویدیوهامون بیشتر دیده بشه، عزیزان بیشتری بتونن از این ویدیو احیانا بهره مند بشن. اما گیاه ناندینا یا درخچه ناندینا، اسم مستعارش هم بامبوی مقدسه، اما از خانواده بامبوها نیست، فقط به جهت اینکه فرم برگهاش به بامبوها میخوره این عنوان رو براش گذاشتن و وجه تسمیهش به این دلیله. گیاه ناندینا برای مناطق سردسیر و گرمسیر کاشته میشه، به این معنا که تا منفی 12 درجه رو تاباوری داره، اگرچه تا منهای 23 درجه هم میتونه تاب بیاره، ولی اگر دما به 12 درجه به زیر صفر برسه کم کم این برگ ها آسیب میبینن. از اون طرف تا بالای 40 خوردی درجه تا 50 درجه هم تاباوری داره. گیاه ناندینا در بهار گل میده، گلای خوشه‌ای به طول تقریبا 20 سانت میده، این خوشه گیاه ناندیناست و کم کم میوه ارزم به حضور شما دیده میشه روی شاخه و میوه هاش نارنجی و قرمز رنگن. تونالیته رنگ با توجه به دما و میزان نوری که این گیاه میگیره تغییر میکنه. ناندینا درخچه بسیار کم توقعیه مثل پیروکانتا و نیاز به خاک خاصی نداره، آفت خاصی نداره و ارزم به حضور شما که هم در آپارتمان میشه از این گیاه نگهداری کرد و هم در فضای باز. برگهاش هر چقدر که به زمستون نزدیک میشه یه مقدار رنگاشون تغییر میکنه، از سبز روشن به سبز تیره، کم کم برگهاش به زرد و نارنجی هم متمایل میشن، تا برگهای رنگ زرشکی هم روی گیاه ناندینا شما میبینید. بهتره که ناندینا در شرایط نیمه سایه نیمه آفتاب کاشته بشه، اون وقتی که رنگ بندی برگهاش بسیار زیبا میشه. آبیاری خاصی نداره، اگرچه سعی باید کرد که زیاد این درخت خشکی نکشه، بهتره که خاکش تقریبا مرطوب باشه همواره. درخچه یه که از شمال تا جنوب کشور میتونن دوستان ازش استفاده کنن، و نکته جالب این که خیلی ها از ناندینا با عنوان یک پرچین استفاده میکنن، با اینکه شاخهای جانبی نداره به اون شکل، اما چون بذر وقتی میریزه و گیاهان جدید رویش پیدا میکنن در یک پروسه 2-3 ساله میشه باش یه پرچین بسیار زیبا هم ایجاد کرد. من حتما پایان این ویدیو تصاویر مختلفی از گلهای ناندینا، میوه‌های ناندینا و پرچینی که با ناندینا ایجاد شده برای شما خواهم گذاشت. خواهش میکنم تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. اما تکثیر درخچه ناندینا، ناندینا به دو روش قلمه زنی و بذر تکثیر میشه، اما در بین تولید کنندگان در شمال کشور عموما از طریق بذر ناندینا رو تکثیر میکنن، چون به راحتی از طریق بذر تکثیر میشه، خیلی پیچیدگی خاصی نداره. اما میشه ناندینا رو از طریق قلمه هم تکثیر کرد. درباره هرس این گیاه هم نیاز به هرسکاری نداره عموما، ولیکن اگر دیدید بالاخره در یک فضایی که چند تا گیاه رو کاشتید، یا اگر به مرور زمان بذر ریخته شد و حجم گرفتن درخچه‌های زیادی توی یک منطقه روش بده، میتونید یه هرس نرم هم بکنید که به اصطلاح مرتب بشه، چون من تا حالا ندیدم که گیاه ناندینا رو هرس عمیق کنن، درخت احیانا آسیب میبینه. دیگه در مورد ناندینا خواستگاهشم که شرق آسیا است، یه گیاه آسیاییه که عموما در مناطق شرقی آسیا رویش پیدا میکنه. در خیلی از صفحات اینترنتی من خوندم دوستان نوشتن تا 1.5 متر این گیاه رشد میکنه. ضمن احترام به نظر این عزیزان، ما همین الان توی مجموعه داداگل ناندینایی داریم که تا 3 متر رشد کرده و حتما ازش من براتون عکس میگذارم.
درخچه ای که میتونه به خاطر رنگ میوه هاش و رنگ برگ هاش زینت بخش هر باغچه ای باشه، اگرچه تاکید میکنن در فضای آپارتمانی هم میشه ازش نگهداری کرد. توصیه هم اینه که اگر تو آپارتمان نگهداری میکنید هفته یه بار بذاریدش روی تراس تا نور مستقیم خورشید هم بخوره و اون تونالیته برگ هاش بهتر و زیباتر بشه. خیلی ممنون که حوصله کردید، به عرایز بنده گوش کردید. نکته دیگه یک نکته راجع به ناندینا بگم در خصوص میوه هاشه. دوستان میوه ناندینا سمیه و قابل خوردن نیست، این رو حتما در ذهن شریفتون داشته باشید. برخلاف پیروکانتا که میوهش اصلا سمی نیست و حتی در به اصطلاح برخی مواقع با عنوان گیاه ضد سرطان به خاطر غنایی که عنصر آنتی اکسیدان داره در میوه پیروکانتا توصیه شده ازش استفاده کنن، البته نه به صورت خام. من راجع به خوردن میوه پیروکانتا الان میگم توصیه‌ای ندارم، فقط اطلاعات من میگه که اصلا میوهش سمی نیست، برخلاف میوه ناندینا که اصلا توصیه نمی‌کنیم خدای نخواسته بخورید. مواظب باشید اگر توی حیات یا آپارتمان دارید بچه‌ها میوهشو نخورن. میوه بسیار زیبای خوشه‌ای قرمزی داره اما خوردنی نیست. خیلی ممنونم که به این ویدیو هم توجه کردید، ما رو دیدید. خیلی ممنون که همراه ما هستید، خیلی ممنون که در اینستاگرام دنبالمون میکنید، در کانال یوتیوب هم از ما حمایت میکنید. انشاءالله تنتون سالم، دلتون خوش و جیبتون پر از پول حلال باشه. خالق گلها هم نگهدار یکایک شما عزیزان باشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.